سلام و درود فراوان من به همه هممیهنان عزیزم و دوستان خوب خودم. من در دو سه چیز میخوام صحبت کنم که متوجه شید. من در زندگیم جز خدمت در کار هنر کردم و در کار توریسمی مملکتم خدمت کردم و واقعا خوشحالم که میبینم که من آثارم هنوز تو موزیک پاپ موزیک هست. در ایران اون موقعی که من شروع کردم پاپ موزیکی وجود نداشت، حالتهایی نداشت، اصلا بیشتر کارهای دیگه بود، آوازهای ایرانی سنتی بیشتر روش داشت، ولی پاپ از زمانی که من شروع کردم با خانم گوش پاپ موزیک ما جلوه گرفت و روش کرد. در واقع محمود قربانی گوگوش رو تبدیل کرد و آنچه که امروز یک سوپرستار یا مدل‌های جهانی، مانکن‌های جهانی میتونن باشن، در واقع بین المللی شد. گوگوش گوگوش در فارسستان فرهنگی یک چهره بود. خانم دکتر پوپک طاعتی که متخصص مسائل تاجکستان و افغانستان و مسائل ازبکستان و ترکمنستان بود، وقتی با من مصاحبه میکرد میگو من در تاجکستان هر قهوه خانه هر منزلی رفتم عکس خانم گوگوش بود. من یه چیزی در مورد آقای قربانی به شما بگم. من ارتباطی با آقای قربانی ندارم، مدت هاست باشون تماسی ندارم، اما یک نقل قول از مانوک خدابخشیان براتون در مورد آقای قربانی دارم. ممکنه آقای قربانی وقتی خیلی دل شکسته و خیلی ناراحت میشه ممکنه نتونه اون چیزی که تو قلبشه به مردم منتقل بکنه، اما مانوک خدابخشیان زنده یاد میگه محمود قربانی پیشرو بود، داشت موسیقی ایران رو نزدیک میکرد به موسیقی جهانی. یعنی هیچ کس نمیتونه از زحمتهایی که محمود قربانی کشیده بگذره. به اضافه بندهایی که تمام اکویمنت ها و دو و تشکیلاتشون رو میخریدم، بندها خودشون چقدر برای سرگرمی مردم مهم بودن. ما به جایی که مثلا گروه های ایتالیایی یا انگلیسی می آوردیم که برای رقص بزنن و موزیک شو رو بزنن، بندهای ایرانی رو گذاشتیم. ما وسعت دادیم که ایرانی ها بیان تو موزیک و موزیک ما به اینجا رسید. در موزیک ما خیلی ها درخشیدن، امثال آندرانیک ها، امثال مارتیک ها، امثال چشمازر ها، امثال توفان، امثال ناصر چشمازر و خیلی ها و خیلی ها اینا عجوبه ها و درخشش بزرگی بلکس بود که با خواننده هاش اومد در اون صحنه و درخشیدن. بلکت در سال 1341 با 5 عضو شامل شهبال شپره، حسن شمعی‌زاده، هامون، شهرام شپره، منوچهر اسلامی شروع به کار کرد. علاوه بر فرهاد مهراد، ابی در ابتدای دوران خوانندگی خود با شهبال و شهرام شپره آشنا می شود. ابی از دوران همکاری با بلکت به عنوان دوران آموزشی خود یاد می کند. Growing up it was easy, so I just flew on by. من هیچ ناراحتی در اون موقع نداشتیم، راحت کار میکردیم و در زمان شاهنشاه همه کارامون در سطح بالا رشد داشت. ولی خب
بعد من که گلگی میکنم چون صدمه از خانوادهش دیدم، میامه رو بستن 9 ماه، خانوم اشرف دستور داد طلاق گوگوش رو بدون جهت بدون هیچی، همه این چیزا هر کسی باشه ناراحت میشه. پس از مصدق تا انقلاب، اشرف برای خود یک شاخه سیاسی ایجاد کرده و تمام رجال سیاسی که توسط محمد رضا از کار برکنار می شدند را مانند نخست وزیر، وزیر، امیر ارتش و سایر افراد مؤثر همه را پیرامون خود جمع می کرد. هر فردی که توسط محمد رضا دفع می شد توسط اشرف جذب می شد. این افراد پس از مدتی مجدداً به مشاغل مهمی رسیدند و معاون وزیر یا سفیر می شدند و راهشان برای ترقی آتی باز می شد. پس کاخ اشرف محل دستبندی نبود، محل سیاست بود. او هر از گاهی فعالیتش را به فرد معینی اختصاص می داد. مثلا مدتی به دنبال منوچهر اقبال بود، مدتی به دنبال ابوالحسن ابتهاج، مدتی تیمور بختیار و بعد از اون هم از امیر عباس هویدا حد اکثر سوء استفاده رو کرد. اشرف پهلوی سالهای بعد از انقلاب رو در انزوای خودخواسته گذروند. شکست‌های عشقی پیاپی، غرق شدن در امور سیاسی و تلاش برای کسب درآمدهای اقتصادی برای رسیدن به قدرتی بود که اشرف احساس می‌کرد از اون دریغ شده. اون خودش رو از برادر دوقلوش بسیار لایق‌تر می‌دونست. تنها مانعی که بر سر راه اون قرار داشت زن بودن اون بود. به همین خاطر تمام تلاش خودش رو کرد تا قدرتمند باقی بمونه و از هیچ کاری برای رسیدن به این قدرت دریغ نکرد. اما پایان ماجرا برای اون خوش نبود. پایان اون همه تلاطم، مرگ در فراموشی و غربت بود. اشرف در سالهای پایانی عمرش هیچگاه به یاد نیاورد برای رسیدن به قدرت چه تلاشی کرده. این بزرگترین تراژدی زنی بود که رسانه‌های خارجی به اون لقب پلنگ سیاه رو داده بودند. ولی ما وجدانن عاشق شاهنشاه بودیم، بعض خدماتش سیر نمی‌شدیم و به همین جا به خاطر اگه وجود ایشون نبود نمی‌رسیدیم. الان دنیا ببین چه رشدی کرده و چه بیلدینگ هایی ساختن، به کجاها رسیدن، ولی مملکت ما به کجا رفته؟ فقر و بیچارگی گرفته. زمان خیلی فرق کرده، همه دنیا رشد کرده غیر از ما، ولی من خوشحالم که یه همچین حرکت هایی کردم و من دقیقا موزیک پاپمون الان سراسر دنیا سر صدا کرده و امید روزهایی که بتونیم خدمت بهتری رو بکنیم، پرژان موزیک وارد رو بیارم، گل بار پیش موزیک وارد رو بذارم، المپیک موزیک رو بذارم، شما میفهمید که باز من چه رولوشنی خواهم کرد و همه بهتر بدرخشن و همه به امید آینده موزیکمون روش کنم، عشق کنم، صفا کنم، محبت کنم و میدون رو باز کنیم برای جوان ها. ما همیشه عاشق شاهنشاه و عشق شاهنشاه است که من رو به اینجاها رسونده. من کاری به خیانت اطرافش ندارم، ولی عاشق شاهنشاه هم و مملکت ما همونه که میخواد دیگه گیر نمیاریمش. مملکت ما جز مشروطیت و پادشاهی چیز دیگه ای به دردش نمیخوره، چون مملکت ایلیه، خودتون میدونی. آسوده دل قدم میزدی چون به ملتت دروغ نگفته بودی، لباس ضد گلوله نداشتی چون گلوله‌ای به مردمت شلیک نکرده بودی، ده‌ها نفر محافظ نداشتی چون حافظ جان مردم بودی، هراس از مرگ نداشتی چون دنیا طلب نبودی، آشکارا در میان مردم بودی چون چیزی را از ملتت پنهان نمی کردی، می خواستی خودت باشی تا به کسی متکی نباشی، تنها تو بودی و تو چون شاه شاهان تو بودی، یک روز قلبت را شکستم ولی تا ابد در قلب ها ماندگار شدی. بگذاریم، درد دل این بود که خیلی گله کردن، اگر مردم چرا تا حالا
43 بایش کاری نکردن، ولی ما همیشه پاش هستیم و عاشق شاهنشاهمون هستیم و همیشه آرزو داریم روحش همیشه شاد باشه و خداوندم به خانوادهش خیر بده. مرسی، خدا بزن.